برنامه این شما و این ملانی که همکلا هم هستیم. نمونه ویدیوهاتو ببینیم مردم یادشون بیاد شما رو ببینیم. زندگی بازیه، لحظه شادی که میتونم ببینم ات من تو خوابی که دوباره کنار همین مایه با دیگه خوبه، موزیکم تا خود صبح میکوبه، دستات چرا از دست من دوره، خوش میگذره به هر کی بین موره، منم خسته و روانی و داغون، من تنهام تو که قهری با هم، نمونده تو سینت عشقی برام، آسمون افتابیه ماه باز رفت، این لبام داره هست کاش باز بباره فرد. چرا با عشقت این کارو کردی تو؟ با حالا سردی بگو تقصیر من چی بوده ها؟ میمونه اگه بری دیگه دل خوشی برام نمیمونه، اینو بدون که دوست دارم من دیوونه، هیچ کسی قدر تو مثل من نمیدونه نمیدونه. و این بود داستان ملانی در یک دقیقه خورده ای. چند ویدیو تا سب که آقا به افتخارش باشم. بس خیلی ممنون، ریتم عروسی من خواستم بزنیم. دیدم که ویدیوهای زیادی درست کردی و تازه اینگم اخیراً هست که ظاهر شده در ویدیوها. در اینکه تو خیلی سال میخونی، در خیلی از آهنگا پنهان بوده صدات، درسته؟ 6 سال میشه و بیشتر با رپرها تو اجرا داشتی. اول با رپرها شروع کردم، یعنی اولین آهنگی که خوندم اسمش عاشق چشماتم بود که با علیشمس شروع کردم. بعد دیگه رفتم جلوتر با رپرهای دیگه خوندم و بعد دیگه از سال 2015 دیگه شروع کردم خودم جدا کار کردم. و جالبه که خیلی از ویدیوها صدای تو بوده ولی خودت توش نبودی. نبودم درست. و این یکی از ویدیوهای معروفیه که میشه گفت با صدای تو ضبط شده با علیشمس. نگاه کن ببین چیه جمع. ببین ملانی چه شکلی تو این ویدیو. بارون بارید تو بارون، اشکای چشامو ندید، گرمی شونه هاشو ازم گرفت، من موندم و یه تب شدید، من تنهام تو که قهری با هم، نمونده تو سینت عشقی برام، حالا من اسیر فاصله ها، به هم زدی عشق تو با من، تصمیم تو گرفتی نامرد، حالا من هنوز چشم من تو فکر تو اما تو بغل یکی دیگه ولو، ولی نداره عیبی اصلا، خودم هم خسته شدم بس که به هر سازی که زدی هی میرم. این ویدیو بود که دیدین با صدای ملانی بود و قیافه یک دختر خانم دیگه با علیشماس کن. چی شد که کسی دیگه تو این ویدیو بود؟ من اولش خب نمیخواستم که واقعا تو کلیپ باشم و خواهش کردم که من نمیخوام که حضور داشته باشم و خودشون انتخاب کردن یه مدل که بیاد به جای من بخونه. البته لهجه ملانی خیلی مشخصه که شما از ارمنی ایران هستی. آره قشنگ معلومه. و تو هم جالبه که در ارمنستان هم موسیقی خوندی. بله من از سال 2002 تا 2008 اونجا توی کنسرواتوار ساز ویولونسلو و این باور نکنه، چون همین آهنگی که الان شنیدیم و دیدیم رو بارون بارید رو که ساخته مجیده مجید ادیب شعرش رو نوشته و موزیکش رو ساخته، یعنی ملودیش رو ساخته و یه سری از بچه های دیگه هم بودن مثل خشایار زیکوف که توش قبلا رپ کرده بود تو سال 2010 ولی 2013 فقط علیشمس و خشایار بازم رپ خوندن. خانم ملانی برای ما می نوازن این آهنگ رو به روش دیگه با ویولونسلش که کلی هم براش درس خونده به امروی موزیسیانوی که اینجا هستن در تفلیس، شاهین و آقای هرکلی که بیس می زنن و جاز. آماده هستیم برای باران؟ بارید.
بسیار زیبا، چقدر کار قشنگی بود. البته باید بگم که خواهش من بفرمایید دوباره بفرمایید اینجا این آهنگ رو در همین یک ساعتی که از فرودگاه اومدون بنانی و شب قبل هم نخوابیده بود و هواپیماش هم تاخیر داد و اومد لطف کرد و تمرین کرد با بچه ها. خیلی ممنون از همه شما که خط بیس گیتار رو همه رو نوشتن. اینو میخوام بده دست من چون میخوام یه اجرایی بکنی که بهش عادت داری بیشتر. کار جالب با ویالونسل ها پشیمون نشی دفعه؟ نه پشیمون خیلی جالب نیستم. بود چرا تا راستی نمیزنین ویالونسل رو توی کارات؟ خیلی بهش فکر کردم که این کارو بکنم ولی هیچ وقت فرصتش نبوده یا آهنگی نبوده که ویولونسل توش جا بیفته. بله. این دورانی که در ارمنستان بودی با ارکستر ارمنی هم زدی؟ بله، ارکستر فیلارمونیک اونجا زدم، ارکستر فیلارمونیک خود کنسرواتوار که درس میخوندم اونجا زدم 5 سال. بعد اومدی ایران و خوانندگی رو شروع کردی؟ اومدم ایران یه مدتی ترکیه سمفونی که ایران کار میکردم ولی از اونجا اومدم بیرون و خیلی اتفاقی خیلی جالب بود. علیشمس به من گفت یه آهنگ بود، گفت میای اینو بخونی. چطوری آخه میدونست تو خواننده هستی؟ میخواستم بدونم اون لحظه قبلا خواهرم رو میشناخت، بعدا از طریق اون فهمیده بود که منم میخونم. چون خواهرت هم توی مسابقات خوانندگی در ارمنستان شرکت بله، کرده بود. بله، و تو سال 2015 تو مسابقه The Voice اول شد. اول شد؟ جدی میگی؟ باعث بله. افتخار شما که باعث افتخارتری. میونه خواهره اتفاق اختلاف نه. پس این شد که سر اون آشنا شدین و خوندین. بله. شد خواهرتون فقط خارجی میخونه، اصلا فارسی نمیخونه؟ بله، فارسی خیلی کم ولی بیشتر انگلیسی و ارمنی. بعد کسای دیگه هم به پیشنهاد بله آواز آرمین تایفم بود که دوتا آهنگ باش خوندم. بچه دیگه بودن آهنگ دیوونه و چقدر خوبه با آرمین تایفم. هر دوش هم ویدیو داره. چرا میگم بزا برو تحقیق کن بعد حرف بزن. مثلا برای اینکه من خیت بشم اون تایم ویدیو رو ببینی. یکی از اون رو باشه اسم آهنگ دیوونه و چقدر خوبه. بعد این ویدیو رو می‌بینی من آبرومو بخرم برگردم دوباره. دیوونه اگه بری دیگه دل خوشی برام نمیمونه، اینو بدون که دوست دارم من دیوونه، هیچ کسی قدر تو مثل من نمیدونه. خوشترم با تو، دوست دارم وقتی بیدار میشم با یه تلفن با توی بیای پیشم، وقتی که به تو شک میکنم تلفن تو میگیرم و 30 بار بیشک نمیبینم با تو من اشکاری، تنها توی که واسم ارزش داری، نمیخوام باشی با من اجباری، پس تو هم بگو که رو من حس داری، وقتی نیستی نگران میشم، خوشحالم از این که تو الان پیشم هستی و همین برام بسه، بی تو حتی زندگی برام بسه. دیوونه اگه بری دیگه دل خوشی برام نمیمون، اینو بدون که دوست دارم من دیوونه، هیچ کسی قدر تو مثل من نمیدونه. بنبنانی با خیلی دیگه هم بعد کار کردی، با تو آهنگ ساختم. چند تا آهنگ تا حالا خوندی؟ اصولا زیاد میاد فکر میکنم نزدیک 20 تا میشه. و یکی از بچه‌هایی که با تو کار کرده حتی آهنگ برات ساخته و صداشون تو بعضی از آهنگای تو هست، ساسی اساسی مانکن. 100%. ساسان خیلی تاثیر زیادی داشته توی آهنگای من، مخصوصا از موقعی که شروع کردم تنهایی خوندن. یعنی اولین آهنگی که من خوندم به اسم چرا من، ساسان برای من ساخت. ساسان اولا فوق‌العاده آدم با معرفتیه، خیلی دوست داشتنیه، یکی از دوستای خیلی خوبمه و از اینجا میخوام بهش سلام کنم اگه میبینه این برنامه رو. الان که فرصتش رو دارم میخوام تشکر کنم از ساسان، برای اینکه ساسان خیلی تاثیر داشت تو اینکه آهنگای من طرفدار زیاد داشته. و یکی از آهنگایی که برای تو ساخت ویدیوش هم توش خودش خونده. بله، اولین ویدیویی بود که من خودم ظاهر شدم تو ویدیو و به خاطر اینکه این آهنگ خیلی طرفدار داشت و باعثش ساسان بود، من تصمیم گرفتم که ساسان باید حتما تو ویدیو باشه و از لندن تصویراشو گرفت فرستاد، ما گنجوندیم توی اون ویدیو کلیپ. چه عالی. آره. چرا من، چرا با عشق این کارو کردی؟ تو بازم که بی حال و سردی، بگو تقصیر من چی بوده ها؟ تا
تو میخواستی بری، فهمیدم از بهونه هات. چرا من مگه چی کار کردم که دلت شکست؟ اون چی کار کرد که به دلت نشست؟ آهنگ چرا من رو دیدی؟ ساسان ساخته برای تو و تو خوندی؟ این هم گل من موضوعشون نیفته؟ نه نمیفته. و خیلی دوست دارم یکی دیگه از آهنگای ساسان رو بخونی برای ما. میخوام تنهایی بخونم، روشی که معمولا تو کنسرت ها میدی که آهنگو پخش میکنن روش میخونی. بله. این شما و این ملانی و آهنگ هیپنوتیز با صدای ساسان. سپاس. مرسی. صدا بگیر. گفتم بیا اینجا وایسم تنها نباشی. این میکروفونم بذاری که رقیب منه در صحنه با تو. حسودی رو بکنم.
خب تو کنسرت زیاد اجرا میکنی دور و بر، ما خبر نداشتیم. نه اونقدر زیاد. آه. یعنی تو این دو سال اخیر شاید این اتفاق افتاده. چه جور جاهایی از کجا میری میخونی؟ الان ترجیح میدم خیلی دربارش صحبت نکنم. آره، ولیکن پیشنهادایی داشتم که مثلا توی جاهایی که خارج از کشور باشه باشم. که حتی خیلی وقتا میشه که نمیتونی رو صحنه با ارکستر بخونی، یعنی تو آهنگو میذاری همونجوری که زدی. همه رو موزیکای خالیشو دارم که بدون صدای منه. و من همونجا زنده تو برنامه اجرا میکنم. و دوستم یه دونه دیگه باز اجرا کنی. آره، به این حتما. روش حتما. که میگن دخترم چقدر هنرمنده. مرسی. که این همه صدا در می و سازش هم نیست. بعدش هم تو برنامه میخوام آهنگای دیگه داریم که میخوام با ویولنسلت اجرا کنیم. بله حتما. اون نور سبزو بتاپونی. خیلی متشکرم. این شما و این ملانی. مرسی. و آهنگ بگو بیاد. بگو بیاد، بیا تالمو ببینه، ببینه که چقدر عاشقشم، تصمیمشو بگیره. بگو بیاد عشقشو بگیره، این روزا چقدر سخت میگذره، واقعا دلگیره. میگی گریه نکردی کردم، میگی عشق نریختی ریختم، میگی قصه نخوردی تا دلت بخواد خوردم، میگی سم نکردی کردم، میگی با چشم بسیار زیبا، ما رو بردی به دنیای دیگه ای و میشه کاسد گذاشت روش خون باز مسترم. نه خیلی ممنونم. کاسده زیبایی. تو خانواده هم آواز میخونن یعنی که تو از اون شکوفای خاص هستی؟ نه ما خانوادگی هممون میوزیشنیم. پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم. جدی؟ بله. پدر اینا چی کار میکنن؟ پدرم میخونده، گیتار میزده، مامانم وقتی از کوچیکی گیتار میزده، آکاردیون میزده. آره بعد خودشون اصلا باعث شدن که ما بریم سمت میوزیک. اصلا ارامنه در ایرانی که از گروه هایی بودن که اصلا موسیقی رو حفظ کردن در دوران مختلفی. بله. که این موسیقی بله. میرفت زیر زمین حتی و دوباره برمیگشت به اندرون ها میرفت اومد به بیرونی ها. چی میبینی آینده تو چه فعالیت هایی خواهی داشت امسال؟
یه سری آهنگای یک کوچولو غمگین که مردم دوستش دارن. بیشتر امسال فکر میکنم 5-6 تا آهنگ خوب داشته باشم. ساخته خود دیگران؟ نه من که نساختم. ایوانم نداره اسم. ولی خیلی دوست دارم که این کارو بکنم. یعنی خیلی دوست دارم که ملودی ساز کنم. داری و عجیب تو ویولون سرتارو استفاده نکرد. به نفع ما شو البته. الان که اینطور شد دیگه بعد از این خدا کنه این زود من اینو تدوین کنم بدم بیرون که قرار از این ویدیو بعد بیاد رو ببینم مردم. نه خیالت راحت باشه. نه بسیار عالیه و دوست دارم یه بار دیگه ویولون سرتارو بشنوم. حتما. آهنگ عاشق تر میشم از موزیسینای قوی هیکلو میخوام بیام پشت از این آهنگ هم کلامشو هم ملودیشو ساسان ساخته بازم. میگه نگه ساسی مان که آخ ساسان دیگه حالا گفتیم دوام میکنه. بکنم بشینین این شما و این ملانی و این آهنگ آخر برنامه ما.